تلفات در اسرائیل به 1200 نفر رسید. رسانه عمومی اسرائیل کان گزارش کرده که تلفات حمله حماس به این کشور از 1200 نفر گذشته است. بر اساس این گزارش اغلب کشته شدگان غیر نظامی هستند. مشاور ارشد نتانیاهو: حماس این جنگ را شروع کرد، ما تمامش میکنیم. ارتش اسرائیل میگوید در اولین ساعت روز چهارشنبه جنگنده های این کشور نزدیک به 70 نقطه را در غزه مورد هدف قرار دادند. در جریان حملات مداوم اسرائیل به غزه، مناطق مسکونی به ویرانه تبدیل شدند. دست کم 900 نفر در این حملات کشته شده که صدها زن و کودک در میان آنها هستند. مقام های بهداشتی فلسطین میگویند هزاران نفر نیز مجروح شدند. در همین حال مارک رگو، مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به برنامه بی بی سی نیوز نایت گفته است حماس این جنگ را شروع کرد، ما تمامش میکنیم. رگو که پیشتر سفیر اسرائیل در بریتانیا نیز بوده گفته که اسرائیل در شوک فرو رفته و مردم خواهان واقعیتی با ثبات در منطقه هستند. وی گفت اسرائیل باید با قدرت به حماس پاسخ دهد و افزود من میخواهم از مردم، از شهروندان بریتانیا یا هر کشور دیگری بپرسم اگر 1000 نفر از مردم شما را ظرف یک روز میکشتند چه کار میکردید؟ مارک رگو گفت نخست وزیر این حمله را با 11 سپتامبر مقایسه کرده، اما اگر جمعیت اسرائیل و جمعیت آمریکا را در نظر بگیرید متوجه می شوید که بسیار بدتر از حمله 11 سپتامبر بوده است. تجهیزات نظامی آمریکا به اسرائیل رسید. مقامات اسرائیلی میگویند اولین هواپیمای حامل تجهیزات نظامی آمریکا وارد پایگاه هوایی نوواتیم در جنوب اسرائیل شد. ساعتی پیش هم ناوگروه ضربت آمریکا به شرق دریای مدیترانه رسیده بود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت همکاری بین ارتش‌های ما بخش کلیدی تضمین امنیت و ثبات منطقه در زمان جنگ است. پیشتر گزارش شد که ناوگروه ضربتی فورد آمریکا به شرق دریای مدیترانه رسیده است. این ناوگروه شامل یک ناو هواپیمابر و 8 ناو همراه آن به علاوه موشک هدایت شونده کروز می شوند که در پی حمله حماس به اسرائیل با هدف بازدارندگی از سوی دولت آمریکا به منطقه اعزام شده است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چهارشنبه به اردن و اسرائیل سفر می کند تا با مقام های عالی رتبه دو کشور دیدار کند. قرار است بلینکن از جمله درباره راه‌های تقویت امنیت اسرائیل گفتگو کند. تعیین سرنوشت 20 شهروند آمریکا که گفته می‌شود در اسرائیل و در پی حمله حماس ناپدید شده‌اند نیز در دستور کار بلینکن است. پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت اگرچه ناپدید شدن 20 شهروند آمریکا را در اسرائیل تایید می‌کند، نمی‌تواند تایید کند که چه تعدادی از آنها به گروگان گرفته شده‌اند. سالیوان گفت کسب اطلاع از وضعیت این عده در صدر اولویت‌های دولت آمریکا است. مقام‌های دولت آمریکا هویت شهروندانی را که ناپدید یا کشته شده‌اند را فاش نکرده، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و خانواده‌های این عده به نظر می‌رسد اغلب این عده شهروندان دو تابعیتی آمریکا و اسرائیل باشند. نظام درمانی غزه در حال متلاشی شدن است. یک پزشک مطرح بریتانیایی فلسطینی هشدار داده است که نظام درمانی غزه تنها یک هفته با متلاشی شدن فاصله دارد. دکتر غسان ابو ستا از اواخر دهه 80 به مجروحان فلسطینی کمک می‌کرده و در بزرگترین بیمارستان غزه که الشفا نام دارد جراحی می‌کند. او می‌گوید نظام درمانی غزه همین حالا هم به زانو درآمده است. به گفته او ظرف 72 ساعت 3000 نفر زخمی شدند و اگر کریدور انسان دوستانه در این منطقه برای رسیدن اقلام کمکی باز نشود، غزه دوام نخواهد آورد.